خب دوستان خوبم سلام، خیلی خوشحالم که کلاس های گیتارم رو با شما ادامه میدم. توی این مدت سوالات زیادی رو من در کامنت ها دیدم و سعی میکنم که توی چند جلسه به این سوالات پاسخ بدم. دستبندی های مختلف این سوالات داشتن، به غیر از سوالات در خصوص گیتار نوازی، یه سری ما سوال داشتیم در خصوص صدا سازی، یه سری ما سوال داشتیم در خصوص ارکان خرید گیتار، یه سری ما سوالات داشتیم راجع به کوک گیتار و یه سری سوالات داشتیم راجع به استارت آموزش گیتار. الان میخوام راجع به مورد آخر باهاتون صحبت کنم. کلی من تا به امروز سوالاتی رو دریافت کردم از هنرجویان مبتدی که مبنی بر این که من میخوام برم کلاس گیتار الکتریک، من سبک موسیقی راک و متال رو دوست دارم، اما هر جا که میرم به من میگن که اول باید از گیتار آکوستیک یا کلاسیک یا سبکای پاپ و کلاسیک شروع کنیم. به هر حال گیتار آکوستیک نمیتونم بگم چند مورد، چون موارد بیشتر از شاید 50 مورد این سوال از من پرسیده شده که من راک و متال دوست دارم، گیتار الکتریک دوست دارم، ولی به هم میگن که ابتدا باید بری گیتار آکوستیک یاد بگیری، بعد بری سراغ گیتار الکتریک. اینو میخوایم امروز با هم دیگه بحث کنیم، به یه نتیجه برسیم که آیا واقعا باید این کارو کرد، یا کسی که گیتار الکتریک دوست داره و سبک راک و متال باید بره از همون ابتدا سراغ گیتار الکتریک. یکی از مواردی که گویا به وفور به اون هنرجو اذعان میشه اینه که شما برای اینکه دستت را بیفته باید اول گیتار آسونتر مثل گیتار آکوستیک رو بزنین، بعد برید سراغ گیتار الکتریک. بچه این موضوع برقراره که گیتار الکتریک از گیتار آکوستیک سخت تره، اما آیا باید دید که برای اینکه انگشتمون را بیفته آیا نیازه که بریم سراغ گیتار آکوستیک در ابتدا یا نه؟ اینو میخوایم با هم بحث کنیم. بیاییم اصلا ببینیم که اگه من و شما بریم کلاس گیتار آکوستیک در نهایت به چه جمع‌بندی دستی میرسیم و بعد بریم سراغ گیتار الکتریک ببینیم که آیا این جمع‌بندی که برسیدیم خیلی اونور به کار میاد در گیتار الکتریک یا نه. اگه اومد پس اون چیزی که گفتن درسته و اگه نه خیلی به هم ارتباط زیادی نداشتن غلط. خب یه گیتار آکوستیک با هم میاریم، صدایی که ازش در میاد، اگر که من بخوام برم کلاس گیتار آکوستیک، منظورم از آکوستیک حالا سیمش فلزی باشه یا نایلون خیلی مهم نیست، از این گیتارهای کاسه دار، منظورم گیتاریه که به غیر از برق کار میکنه، توی این سبک موسیقی های مرتبط با این گیتار عمدتاً، تکرار میکنم عمدتاً، نه همیشه، عمدتاً به این شکله که شما میباید یه پوزیشنی رو کامل بگیرید و بعد بنوازید، یا به صورت ریت یا به صورت آرپژ. پوزیشن رو عمدتاً عوض میکنید، یک پوزیشن میگیرید، شروع میکنید به نواخت. حالا در سبک‌های مختلف، یه روز کلاسیک میزنید، هرچی میزنید. به طور کل بچه ها، به طور کل کسی که گیتار آکوستیک میزنه به این درجه از نوازندگی میرسه که یک پوزیشن رو میگیره، شروع میکنه نواختن، پوزیشن بعدی، پوزیشن بعدی. و عمده پوزیشن ها، چه شما سبک کلاسیک، چه فلامنکو و چه پاپ رو بزنید، عمده پوزیشن ها به صورتی هست که شما مثلا یا دو سیم همزمان یا یه سری سیم همزمان، یه سری همزمانی ما داریم. در واقع ما یک پوزیشن رو میگیریم و بعد شروع میکنیم به نواختن، نه اینکه دونه دونه بزنیم. و شما اگر که در گیتار کلاسیک پیشرفت زیادی بکنید، عمده پیشرفت شما، تکرار میکنم عمده نه همه، عمده پیشرفت شما بعد تغییر پوزیشن ها خواهد بود و دست نوازی های دست راست توأم باهاش. شما می توانید این پوزیشن رو بگیرید، تبدیل به این، به اون، به این، اینجوری پوزیشن ها رو بگیرید و بعد شروع کنید به نواخت. جنبندی من اینه که
کسی که گیتار کلاسیک رو خیلی میخواد خوب بزنه، سبک حالا پاپ کلاسیک فلامنکو، پوزیشن ها رو میگیره همزمان، یک سری سیم رو همزمان مینوازه، حالا دو سیم، سه سیم، ده سیم، این از این. و خیلی هم خوب این کار رو انجام میده. به علاوه شما خب انگشتاتون هم فرز شده، در حال مثلا دو سال گیتار یاد گرفتین، انگشتاتون فرز شده، ولی عمده چیزی که فرا گرفتین این پوزیشن ها و تغییر پوزیشن هاست و همزمان نوازی. خب میذاریم کنار، میریم سراغ گیتار الکتریک. فرزن من کلی رفتم کلاس گیتار آکوستیک که پیکم بیارم، نمیاد. فرضاً من کلی رفتم کلاس گیتار آکوستیک، الان میتونم اینجوری گیتار پوزیشن و همزمان و اینا. حالا من یه سال، دو سال، یه سال، هر چند، 6 ماه هستن، وقتمو گذاشتم و من الکتریک دوست داشتم از همون اول، ولی چون به من گفتن که برو اینو اول یاد بگیر، رفتم یاد گرفتم با بیمیلی. 6 ماه، یه سال، دو سالم از عمرم گذشته، مثلا 6 ماه تا یک سال. حالا احساس میکنم من یه دستای قوی پیدا کردم، بیام ببینم این 6 ماه یه سال به کارم اومده یا نه در گیتار الکتریک. این گیتار الکتریک، خب شما در گیتار الکتریک چیزی دارید به اسم ساستین، ماندگاری صدا. فاکتور اولی که شما باید یاد بگیرید در گیتار الکتریک خفه کردن این صدا هاست. شما فرض کنید من الان خدای گیتار آکوستیکم و این پوزیشن ها رو گرفتم و میام بزنم، این چه صداییه؟ همه صدا توام توام شد. یه آکورد ساده اون بر بلد بودم، میام آرپژش رو بزنم، این چیه دیگه؟ ما در گیتار الکتریک عمدتاً همزمان نوازی، دارم میگم چی؟ عمدتاً نداریم. ما اتفاقاً برعکس، ما اینجوری نمیزنیم عمدتاً، بر تمیز نوازی و قطع کردن صدای قبلی داریم. یعنی من انگشتام در گیتار الکتریک عمدتاً داره تک نوت میزنه، یکی رو میزنه، نمیام بگم، عمدتاً ها، شاید در خیلی از آهنگا هم زمان هم بنوازه، ولی عمدتاً ما تک نوت میزنیم و انگشت های من در گیتار الکتریک عمدتاً یاد میگیرن که اینجوری اینجوری کنم. بل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 ب. ما دنبال این کارها هستیم، به علاوه یه سری تکنیک داریم، مثل بند که ما اصلا اون بر نداریم، خیلی تکنیک ها داریم میبر که اصلا اون بر نداریم تو گیتار آکوستیک. جنبندی من اینه که ما اون آنچه که در گیتار آکوستیک یاد میگیریم، حالا خیلی چیزا میتونه باشه، ولی عمدش پوزیشن گیری و همزمان چند سیم رو نواختن، که این در گیتار الکتریک کم کار برده و ما در گیتار الکتریک عمدتاً تک نوت میزنیم و سعی میکنیم که نوت قبلی رو عمدتاً خفه کنیم. به علاوه یه سری تکنیک ها هستش که اصلا اینجا وجود داره، اونجا وجود نداره، و به خاطر وجود ساستین ما کلی تکنیک های دست راست یاد میگیریم که این ساستین ها رو بگیریم. به طور مثال کلی تکنیک های دست راست میوت که اینا اصلا اونور وجود نداره. سه، ما بیشتر یا 99% با پیک میزنیم، اونجا کلی از فینگر استفاده میکنیم. شما اونورم خدای فینگر بشین، اینجا اصلا به کار نمیاد. در 99% ما همش دنبال پیک هستیم. سایز سیم ها، تاچ سیم ها، میزان گیج سیم ها، فشار و غیره، همه فاکتورها دیگه فاکتورهای جانبی میشن که بسیار هم مهمن. در نهایت جنبندی من این هست
که اگه یه روزی من عشق گیتار الکتریک هستم، از همون اول میرم سراغ گیتار الکتریک. اگه گیتار آکوستیک دوست دارم، از همون اول میرم سراغ گیتار آکوستیک. جنبندی من اینه که اگه من الکتریک دوست دارم و راک و متال دوست دارم، نباید برم اول آکوستیک یاد بگیرم بعد الکتریک. پس یادمون بمونه جنبندی کلاس من به نتیجه‌ای متفاوت تر از نتیجه‌ای که به عمده اشخاص به خاطر عدم وجود اطلاعات میدن هست. این دیگه الان بچه ها مثل قدیم نیستش که هر کی هر چی بگه آدم بگه باشه. الان دیگه کلی اطلاعات اومده، یه سرچ و یوتیوب و گوگل و اینا، ببینید که واقعا اینطوری آخه. هر چیزی رو که شنیدیم نباید که قبول بکنیم. در نهایت من به شما توصیه میکنم اگر که راک و متال دوست دارید و گیتار الکتریک، اول و آخر میرین کلاس گیتار الکتریک. تمام. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. من پشت سرم براتون ویدیو میگیرم و سعی میکنم که به همه سوالاتی که تا به امروز ازم پرسیدین بهشون پاسخ بدم. باید به من یکم وقت بدین، چون که میبینین من یه ذره دیگه دارم دیرتر ویدیو میگیرم، چون که یکم سرم شلوغ شد. ولی من سعی میکنم که براتون زودتر ویدیو بگیرم و به سوالاتتون پاسخ بدم. مواظب خودتون باشین و خداحافظ.